با نام آید خدا سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند علاقه مند به فوتبال با یکی دیگر بازی دوستانه تیم ملی کشورمون در سال 1994 در خدمت شما هستیم. بعد از شکست 2-0 مقابل شیلی پنج روز پیش در اتریش اتفاق افتاد، حالا یک بازی دوستانه خوب دیگه و مفید دیگه برای بچه های تیم ملی تدارک دیده شده، اون هم در سوئد، در که می بینید تماشاگران زیادی اومدن در شهر استاکهلم و این بازی رو تماشا میکنن. امیدواریم بچه ها بتونن در این بازی باید نمایش بهتری رو من نمایش بذارن و شاید حتی امیدواریم که بتونیم حتی سوئد رو شکست بدیم، اون هم در خاک خودشون. همونجور که مشاهده میکنید کاپیتان سوئد یعنی زلاتان ابراهیموویچ مهاجم پاریس سن ژرمن هم امروز در ترکیب حضور داره و مقابل ما بازی خواهد کرد. بچه ها باید خیلی مراقبش باشن، او همچنان در سن 34 سالگی در اوج فوتبال خودش و واقعا میتونه خطرساز باشه مقابل مدافعان ما و البته علیرضا حقیقی. یه نکته دیگه هم باید عرض کنم که احسان هاشصفی گفته میشه به دلیل مصدومیت این بازی رو از دست میده، به این بازی رسیده و در ترکیب حضور داره. همونطور که مشاهده میکنید علیرضا حقیقی، حسینی، پورعلی گنجی، قفوری، هاشصفی، نکونام، تیموریان، شجاعی، دژاگه، امیری و اونچان نژاد 11 بازیکن ما را تشکیل میدن. در دیگر سوئد ایساکسون در دروازه قرار گرفته، گرانوویست، انتونسن، لاستیگ، اولسن، الم، کالستروم، کاسنلکیچ اگه اشتباه نکنم، المندر و زلاتان ابراهیموویچ 11 بازیکن سوئد رو تشکیل میدن. تیم ما با یک تغییر نسبت به بازی شیلی که اون هم وحید امیری است که به جای خسروی داری بازی میکنه در حضور پیدا کرده. در این بازی آغاز شده بلافاصله بچه ما اولین هم حرکت انجام میدن، مشاهدات جریمه بوچان نجات تیموریان رو پیدا میکنه، خود تیموریان یه پاس برای مسعود شجاعی، اونجا یه بازیکن جا میذاره شجاعی و توی دروازه. هنوز بازی شروع نشده ایران گل اول رو میزنه و ما 1-0 خاک سوئد از این تیم جلو میافتیم. یه شروع رویایی برای بچه های ما اون هم در کشور سوئد و امیدواریم بچه ها بتونن از این پیروزی دفاع بکنن. مسعود شجاعی با یک دریبل ریز مدافع سوئد رو جا گذاشت و توپ در دروازه ساکسون قرار میده. اینا خوشحالی علیرضا حقیقی، یک بار دیگه نگاه کنید، توپ رفت و برگشت به اوچان نجات رسید، تیموریان رو پیدا میکنه، آندو یه پاس خوب رو میده به شجاعی و یه دریپ ریز از شجاعی موجب میشه و بتونه در آخر به دین چک بزنه و دروازه سوئد رو باز کنه. ایران 1-0. شاید کسی حتی شاید بچه تیم ملی هم انتظار این رو نداشت انقدر سریع ما به گل برسیم. حالا بعد دید سوئدیا و البته زلاتان ابراهیموویچ در مقابل ما چطور خواهند بازی کرد و آیا میتونن به این بازی برگردن یا نه. تو بازم به بازیکن ما میرسه، دژاگه تو بعد از داد، بازم این بار که در اختیار قوچان نژاد قرار میگیره پا عوض میکنه، خود قوچان نژاد تنها است. حالا اشکان رو پیدا میکنه، بازی قبل درستان جب زیاد به شش دیده نشد و حالا امروز در پست اصلی خودش که هافبک راست باشه قرار گرفته. آن دو تیموریان، مسعود شجاعی زنه تکل مسابقه، یعنی اشتباه میکنه تیموریان، حالا زلاتان ابراهیموویچ، این همون توپایی است که نباید بهش بدیم، بازیکن فوق العاده موقعیت طلبیه. از هم داره است لارسن مقابل شجاعی رو داره، خود لارسن در حرکت میکنه، رو پای چپش هست، حالا برای زلاتان ابراهیموویچ داخل محوطه جریمه، خود زلاتان پاس میده المندر، خیلی خوب علیرضا حقیقی توپ رو دفع میکنه و پورعلی گنجی بود که توپ برگشت داد. حمله از بازیکن سوئد، این بار باز هم المنده، یا شما 11 زلاتان رو پیدا میکنه اونجا، خوشبختانه زلاتان به توپ نرسید و حقیقی توپ از آن خودش کرد. شاید بیامان سوئد که میخوان هر جور شده به این بازی برگردن. وحید امیری نمایش خیلی قابل قبولی رو مقابل شیلی به نمایش گذاشت در نیمه دوم و شاید همین باعث شده که حالا در این بازی هم در ترکیب ثابت تیم ملی باشه. به حال جای آزمون و علیرضا جهانبخش هم خالیه در ترکیب تیم. آن دو تیموریان یه فرصت برای شوت زنی، توپ به مدافعا میخوره و حالا کورنر میشه برای ایران، اولین کورنر مسابقه. روی این شوت آن دو برای ایران اصلا به چپ بعد روی دروازه فرستاده بشه، احسان آشصفی تو بعد سانت روی دروازه، در حالی که 22 دقیقه از زمان این دیدار گذشته، سانت بلند روی تیر دو، خیلی بلند هست و هم زلاتان بود که توپ برگشت داد. این بار اشکان دژاگه، سید جلال حسینی تو جالب جلم نیومده، وحید امیری احسان رو پیدا میکنه، بعد با نبود پولادی از او به عنوان مدافع چپ داره استفاده میشه.
درگه گفته میشد در پست وینگر یا به حال هافبک چپ نکوزی تجربه نشون دادی که او بهتر کار میکنه. المندر مهاجم فوق العاده خطرناکی این ضربه را میزنه از کنار دروازه حقیقی. ببینیم میره یک بار دیگه نگاه کنه، یارو شماره 11 این شوت رو زد که خوشبختانه توپ با خلاف کمی از کنار دروازه بیرون رفت. علیرضا حقیقی شروع کننده این دیدار هست بعد از شروع جام جهانی 2014 به یک باره عنوان سرگردان اصلی تیم ملی انتخاب شد. دیگه خبری از رحمان احمدی، مهدی رحمتی هم نیست. توپیر خوب جوان نکنم در 151مین بازی ملی خودش، این بار مسعود شجاعی در میانه زمین خیلی خوب بازی کرده. اشکان دژاگه هم در فرار داره، همین کارا میکنه، بازیکن جا میذاره. دژاگه اصلا تو رو دروازه فرصت برای ایران تو بس شان نجات گذشت. همچنان اکثر بازیکن ما که خیلی خوب دارن بازی میکنن در این دیدار، یه بازیکن قوچان نجات زمانو میزنه که تو با برخورد به مدافعان برمیگرده. زدن به برای سوئد، بازی فوق العاده سری و پر نشاط بوده. از سمت چپ یارو شماره 22 حرکتی رو آغاز کرد، یه واسه در موقع میخواد بره برای المندر که حسینی برمیگرده. بازم زلاتان ابراهیموویچ دو بازیکن جا میذاره اونجا، خطا پشت محوطه جریمه اتفاقی خیلی مناسب برای زلاتان نکنه اونجا ازش گذشت، اما تیمیران اومد مقابلش قرار گرفت و خطای آن دو اعلام شد. این ضربه تو خیلی خوب میزنه زلاتان، یه ضربه از او خوشبختانه از بالای دروازه تو به بیرون میره. دوباره نگاه کنید با اختلاف رفت، اگر به پاش بگیره این توپو خیلی خوب میزنه این ضربات آزاد. ضربه بلند از علیرضا حقیقی میانه زمین، توپ به بازیکن سوئد میرسه. گرانوویس در خط دفاع به راست برای لارسن. بیشتر بازیکن سوئد در کشور خودشون بازی میکنن میشه گفت سرشناس در این بازیکنشون همون زلاتان است که در پاریس سن ژرمن یا کالستروم که در زسکا مسکو اگه اشتباه نکنم بازی میکنه. فصل قبلا به صورت قرضی نیم فصل در آرسنال توپ زدن، موقعی که آرسنال بدجوری به هافبک احتیاج داشت و بیشتر بازیکنشون در خط هافبک مصدوم شده بودن. از همه شب احسان آش صفی سنه پایان نیمه اول رو مشاهده میکنه. زمان طرف شدن به پایان رسیده، خود احسان مسئول شجاعی رو پیدا میکنه، میاره به سمت راست برای بوریا غفوری. بچه ها آروم کار ادامه میدن، اینجا شده پایان نیمه اول زده میشه. ایران با یک گل از صد سوئد در نیمه اول میگذره. خیلی خوب بازی کردیم، امیدواریم نیمه دوم هم این شرایط ادامه پیدا کنه. سر کوتاهی میکنیم، دروازه نیمه دوم در خدمت شما خواهیم. خب با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، نیمه دوم بازی دوستانه تیم‌های ملی فوتبال کشورمان مقابل سوئد می‌بینیم. در که همونجور که دیدید در می اول بچه‌ها یه نمایش فوق العاده خوب رو به نمایش گذاشتن مقابل سوئد، اون هم در خاک سوئد، و ما موفق شدیم با تک گل دقیقه دوم مسعود شجاعی یکی رو فعلا با یه گل شکست بدیم. سوئد اصلا در حد و اندازه‌ای که ازش انتظار می‌رفت نبوده، شاید ما رو خیلی دست کم گرفتن و با توجه به بازیایی که از ما دیدن با مقابل شیلی بازی که انجام دادیم شاید فکر می‌کردن حریف آسانی برای اونها باشیم که خوشبختانه اینطور نبود و بچه‌ها خیلی خوب بازی کردن. از سمت راست بوریا غفوری بعد اولین حرکت ما رو برای حمله نمید اون انجام میده، اونجا دژاگه نمیتونه توپ کنترل کنه، تو بخش بازیکن سوئد قرار میگیره. اولسن، المندر، حتی که سوبه کالستروم میرسونه، یا شما نوخ در میانه زمین دفاعی سوئد برای زلاتان، یه تو بیره خوب آره المندر رو پیدا میکنه. یکی دوتا شوت خوب هم زد در میانه اول اما خوشبختانه موفق نبود و علیرضا حقیقی هم خیلی خوب جلوش وایستاد. یه تو بیره خوب از حسینی، اشکان دژاگه رو پیدا میکنه، دژاگه از همونجا با سرمقا میده برای قوچان نژاد، فرصت برای ایران، توپ برمیگردونه دوباره اشکان دژاگه. غفوری در کنارشه میده به آندو تیموریان، تیموریان برای شجاعی یه لحظه اونجا توپ گم کرد مسعود و نتونست از این توپ استفاده کنه. زدن میتونه برای سوئد باشه که بچه خیلی خوب توپ رو پس میگیرن. جواد نکونام بازی کاملا در اختیار بچه های ماست و آخر بازی شد بازی مقابل شیلی خیلی خوب داریم بازی میکنیم. یه فرصت برای ایران و توی دروازه گل دوم برای ایران توسط رضا قوچان نجات زده میشه و حالا ما 2-3 و سوئد جلو میافتیم. چه بازی شده این بازی برای ما و ما مقاله یک از قدرت های فوتبال دنیا داریم خیلی خوب بازی میکنیم و تا حالا 2-3 شده افتادیم.
رضا قوچان نژاد تلسم خودش رو میشکنه بعد از بازی فوق‌العاده ضعیفش مقابل شیلی، حالا از این فرصتش به خوبی استفاده میکنه. تصویر تلویزیون سوئد هم تصویر سر نشون ندادن که ببینیم چه اتفاقی افتاد، ولی اما قوچان نژاد خیلی خوب از فرصتش استفاده کرد و حالا ما 2-0 مقابل یاران زلاتان جلو افتادیم. بعدی آیا سوئد میتونه به این بازی برگرده یا با بازی با همین شرایط به پایان میرسه و یه ایگه خوب رو بچه ها به ما تحویل میده. ضربه برای تیم ملی کشورمون. جواد نکونام زمین بازی رو ترک میکنه و امید ابراهیمی هافک استقلال به بازی میاد، در حالی که کریم انصاری فرهم به جای رضا قوچان نژاد به میدان میاد که گل دوم ما رو به ثمر رسوند. تعویضی که دقیقه 70 رخ داد و این 20 دقیقه پایانی ببینیم امید ابراهیمی و کریم انصاری فر چی کار میتونن بکنن برای ما. واقعا بچه ها سنگ تموم گذاشتن در این دیدار، در روزی که میتونه روز آخر سرمربیگری کارلوس کیروش برای ما باشه. ایران 2 گل به سوئد زده و شاید خیلی تصمیم ما رو عوض کنه در بازگشت کارلوس کیروش به ایران. امیدواریم مسئولان کار بکنن که این سرمربی بمونه. به حال حداقل میشه گفت در این یک سال اخیر تاثیر فوق العاده ای روی تیم ملی و بچهای ما داشته. میانه زمین کالسترو چه واقعا باورشون نمیشه همچین اتفاقی داره که در کشور خودشون براشون میفته. زلاتان امروز واقعا خونسا بوده، کار خاصی نکرده، یکی دو تا موقعیت خوب هم میشن نداشتن. به هر حال المندر یه زبر از اونجا میزنه، فرین بای رضا حقیقی خیلی خوب عکس عملشون داد و توپ برمیگردونه. دژاگه زیر توپ میزنه، اونجا توپ در اختیار ایساکسون قرار میگیره. سری گل هم میزنه، دوباره به زمین ماجا که لارسن قرار گرفته. در سر از لارسن اونجا زلاتان خیلی خوب میاد تیموریان و توپ گیری میکنه. با هم بازیکن جنگنده و فوق العاده ای واسه همون میده برای انصاری فر که ایساکسون به خوبی از دروازه بیرون میاد و نمیذاره انصاری فر به توپ برسه. دقیقه پایانی این دیدار، ایران 2-0. دقیقه زیر واقعا دیدنی از بچه ما که در یاتا خواهد ماند. لارسن، زلاتان میتونه آخه این بخت سوئد باشه. کالسترام یه باسه در میده برای لارسن، فرصت برای سوئد و سونامل حقیقی داره که اصلا داور اعتقاد آفساید داره، همینطور هم هست. ببینیم چه اتفاقی افتاد. اینجا المندر این پاس رو داد، بعد آفساید هم کاملا واضح بود و شروع آخرین بخت سوئدی هم از بین میره. یه شروع مجدد خیلی بعد از عریض حقیقی مقدم بازیکن سوئد و آواتاج میده خطا برای زلاتان رو. لارسن میتونه پاس درمقو بده، همچنان داره حرکت میکنه و زیادی هول میشن، توپ از دست میدن، در حالی که این هم شده پایان این دیدار. پیروزی شیرین 2-0 تیم ملی مقابل سوئد. امیدواریم که امروز روز خدافظی با کارلوس کیروش نباشه و همچنان به کارش ادامه بده.